با سلام و درود خدمت شما علاقه‌مندان بازارهای مالی، تریدرهای عزیز، تحلیلگرایی که امروز اینجا هستین تا بدونیم هفته آینده تو بازار چه خبره. حتما ریزش نزدک، ریزش بازار سهام و سایر بازارها مثل حتی بیت کوین رو در جریانش هستی. بازار الان بیت کوین 19935، 15 دقیقه‌ایش، چارت بسیار زیبایی که دارم دنبالش میکنم، نگاهش میکنم ببینیم اگه حرکت ادامه دهنده باشه به سمت پایین یا حتی روی این نواحی یه حرکت ابتدای هفته شاید فالس رو به سمت بالا بده، شاید یه حرکت جدید دیلیش رو ببینیم. اتفاقی که افتاد تو دیلیش کاملا از اونجایی که با هم صحبت کردیم تو لایو قبلی برگشت، دوتا تله بایری که تشخیص دادیم و بازار برگشت و رو ویکلی خودشو تشکیل داده به قول معروف و ببینیم چه اتفاقی میفته. هنوز هفته تموم نشده، چند ساعتی تا بسته شدن این کندل ویکلی مونده. اجازه میدیم میتونه عمیق‌تر بشه یا میتونه یه شادو بشه. به نظر میرسه که توان این رو داره که باز یه تست دیگه انجام بده و بازار رو تو شوک تو هفته آینده باز بکنه. این میتونه یه حرکت جالب بیت کوین باشه تو تایم فریم هفتگی. کندل هفتگیشو به دقت دارم نگاه میکنم چجوری بسته میشه و تایم فریم پایین ترم 15 دقیقه خود اون تشکیله رو نشون میده از رو نواهی که داریم. پس واچ لیست هفتگی اول در واقع بیت کوینه. حتما هم لایو این هفته با هم همراه باش. روی بحث اخبار بریم میفهمی که چرا بهت میگم که این هفته مهمه. نکته اول این هفته با تعطیلی بانک مرکزی بریتانیا باز میشه. بازار لندن احتمالاً یه مقداری واکنشش پایینتر و اصل بازار از در واقع بازار نیویورک شروع میشه با یه اسپی که در واقع برینیارد هم داریم. اما نکته ای که هست بازار چون تو سلاف بوده، حالا باز شدن بازار روز دوشنبه تو بازار آسیا بسیار مهمه چون اولین واکنش ریزشی روز جمعه بازار تک ریخ. پس بنابراین دوشنبه هنگ کنگ بازار ژاپن میتونه بسیار تاثیر بگیره و ببینیم چه اتفاقی میفته. به هر حال گپ های احتمالی رو در حقیقت انتظار شاید گپ داشته باشیم، شاید سقوط بیشتر در ادامه روند به خاطر واکنش احتمالی بازار آسیا یا اینکه کاملا اخباری که بتونه بازار رو برگردونه. واکنش اصلی هم دوشنبه در واقع میتونم بگم زمان نیویورک. حتما لایو با هم همراه با 16:30 دقیقه به وقت تهران. پس دوشنبه بازار پوند تعطیل بانک مرکزیش. روز سه شنبه خبرهای مهمی مثل جاب اوپنینگ و کانسیومر کانفیدنس رو داریم. دیگه کم کم داریم به سپتامبر نزدیک میشیم. آخر هفته فد اعلام کرد تو جکسن هول که این ماه سپتامبر در حقیقت 75 یا 0.5% افزایش داریم. دیگه عدده رفته بالای 4%. باید برسونن خودشونو. مارکت هم که کاملا در واقع میتونم بگم اصلا استقبال نکرد. ببینیم چه اتفاقی میفته. روز چهارشنبه خبر مهمی داریم به نام در واقع ADP یا ادوانس در واقع نان فارم پیرول که اعلام میشه تو بخش اشتغال، بخش غیر کشاورزی که کارشناسا پیش بینی میکنن 2 برابر ماه گذشته بشه. خبر مهم دیگه ای هم داریم مثل شیکاگو PMI یا حتی GDP دلار کانادا. حتما لایو همراه باشین. مجدد اشاره میکنم روز 31 آگوست در واقع چهارشنبه لایو اینستا هم داریم. آخرین روز ماه هست، بسیار مهمه. کندلای ماهیانه رو از اون روز به پایین در واقع میتونم بگم نرسیده به اون روز بررسی میکنیم. میتونه جذاب باشه تو بازار ارز دیجیتال، تو بازارهای سهام و شاخص ها و حتی بعضی از چارت های فارکسی. روز پنج شنبه هم که سپتامبر شروع میشه با خبر PMI، اونم از نوع منیفکچر یا کارخانه جات که بسیار مهمه و روز جمعه گل سرسبد ابتدای این ماه، اولین جمعه هر ماه میلادی و خبر unemployment rate، نان فارم پیرول و average hourly earning هفته بسیار مهمه. میتونه اعداد کاملا اعداد هیجانی باشه و البته شروع هفتهش هم به قول معروف به خاطر ریزش روز جمعه یه شروعیه که بازار نیویورک تعیین کننده است. ببینیم در نهایت چه اتفاقی میفته. چارتایی که امروز داشتم الان نگاه میکردم سریع خیلی چارتای جالبی نبود، به این خاطر که باید بازار به نظرم باز بشه روز دوشنبه تا در حقیقت یه تعدادی از این چارتا جا بیفته و ببینیم. تنها چارتی که از بین این همه چارت نگاه کردم به دلم نشست برنت بود، برنت روزانه، چارتی که زیبا اومد کار کرده. ببینیم سلرها متوقف شدن، یه نشونه سلر هست، یه توقف سلرها، ضعف سلرام اینجاست. ببینیم بازار چجوری باز میشه. هم میتونه خیلی سریع بازار تخلیه کنه تا 105 برسونه، شاید خوشبینانه 106، یا اینکه صبر بکنی تو تایم فریم های پایین تر یه دونه گپ رو ببینی و همراه بشی با بازار ریزشیش. اوپک هم میتینگ خواهد داشت و در حقیقت ببینیم چه اتفاقی این هفته میفته. اما یک کندلیه که به نظر میرسه با اینکه فشار خوب بایرها هست، بعدش کاملا سلرا اومدن پوشوندن. جمعه حالا اگه بازار اینجوری بسته بشه ببینیم، شاید گپ داشته باشه. خود گپ هم اگه با صعودی یا نزولی باشه قاعدتا میتونه ترکیب پرایس اکشن رو به هم بزنه. اوورال بازار این هفته فکر میکنم تنها چارتی که داشتم نگاه میکردم روی تایم فریم های بلند مدت نفت بود و تایم فریم کوتاه مدتم 15 دقیقه. فعلا بیت کوین تا بازار باز بشه ببینم چه اتفاق میفته. واکنش بازار رو دوشنبه لایو چارتا رو دوباره یه زیر رو میکنم و مجدد واچ لیست انتخاب میکنم. این هفته با هم همراه باش. دوشنبه 16:30 دقیقه لایو خواهیم داشت، لایو انتخاب واچ لیست، و دوشنبه 9 شب به وقت تهران یه وبینار جذاب در کنار شما هستم. حتما جوفرزاتو بنویس تو کامنت ها و در حقیقت با دوستاتم این ویدیو رو به اشتراک بذار. هر جسی سالم، تندرست، موفق باشی. یه هفته جذاب برات آرزو می‌کنم.